د آشنا تلویزیون ګرانو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ سپورتس باکس پرونې ته شرغ لست. در برنامه امشب نیز با خبرهای از ورزش در خدمت قرار خواهیم داشت. خوش آمدید، شما رو نیز خوش آمدید میگم. تشکر. چی خبرهای نو از فوتبال؟ در جهان فوتبال بزرگترین رقابت هایی که چشم همگی را به خود جلب کرده او رقابت های فوتبال کشورهای جنوب امریکا است. در نخستین رقابت نیمه نهایی که بین تیم های ارجنتین و پاراگوای را اندازی شد، انتظار می رفت که یک رقابت دو جانبه بسیار خوب را همگان تماشا کنه، ولی ارجنتین با عنوان یکی از قوی ترین کشورهای جنوب امریکا 6-1 پاراگوای را برداشت. در رقابت دیگه نیمه نهاییش که پیرو و تیم چیلی به مسافه هم رفته بودن، چیلی تانست که پیرو را از راه برداره. چیلی خودش میزبان است، یک چانس بسیار زیاد خوبی داره، ولی انتظار اونقدر زیاد برده نمیشه که بتانه یک بازی بسیار بسیار دیدنی را در برابر ارجنتین در ارجنتین با وجود اینکه قدر خوب بازی کرده تا حال، ولی مسی که یکی از بهترین ستاره‌های بسیار معروف دنیاست گفته که گل زدن بر ارجنتین در این رقابت براش بسیار مشکل بود. د څه کاری چې هغه ملکونه چې د نړیوال جام کې هغه په دې کې هم ډېر ښه ځلیږي، حتی که دوی د خپلې منطقې لوبې دي، په دوی خپله رقابت داسې ساتي لکه نړیوال لوبې. نکته بسیار جالب را یاد کرده ناشم جان، اصلا مشکلی است که ما انتظار فوتبال میسی، کریستیانو رونالدو یا امثال زیرا که در کلاب های خود بازی میکنند نمیتونیم در رقابت های کشوریشان داشته باشیم. موضوع رقابت های فوتبال زنها چی رقم؟ این هم یکی از مهمترین هاست. تیم ایالات متحده تانست 2-0 آلمان از را برداره، ولی در رقابت دیگه نیمه نهایی که قرار است برگزار شوه، ژاپن به مساف انگلستان میره، ولی باید داشته باشین که ژاپن هم مدافع لقب قهرمانی جام جهانی زنان. خبر را که ما دارم در برنامه امشب ایست که بالاخره موضوع مشکل تکواندوی افغانستان با شنوندگان بینندگان باید بگویم که رفع شد. او این مشکل بالاخره نقطه پایان سرش گذاشته شد بعد از کشمکش های زیاد بین ریاست تربیت بدنی و کی واسطه شد در میان. بالاخره فدراسیون جهانی تکواندو تصمیم اتخاذ کرد که آقای نجیب الله سکندری را من حیث رئیس فدراسیون تعیین بکنه و از سایر افرادی که با او مخالفت میکرد برشان گفتن که اگر این تصمیم را قبول نکنین فدراسیون تکواندوی افغانستان را نمو به اصطلاح عضویتش به تعویق در میاره. امیال هم ما حضور بازیکنان تکواندو را در رقابت های 2016 المپیک برزیل بدون شک دست دادیم. بدون شک دست دادیم. خبر به آخره که کرکت کو د افغانستان کرکت ملی تیم دا وخت په انگلستان کې د ډېر خز لیگی مسلسل کلب فکر کوم ټول دو یا سری رقابت انجام دادل. درې لوبو کې دواړه ګټلې دي او خټ خبر شهزاد محمدی چې هغه بیرته فارم کې مرغله دی سلمنډیو کړی به نه هشپیت منډیو کړی. افغانستان بازی د جولای په پیل کې اوس د سکاتلند او د آیرلند په طرف چې هلته د کرکټ د نړیوال جام چې د شل اوریزو لوبو دی په هند کې کیږي هغې کې د ګډون دپاره یو ځلی بیا د غوروي لوبو نه تیریږي. نو افغانستان دپاره مهمې لوبې دي او آیرلند یوازینی ټیم به دوی دپاره چې هغه ورته مشکل پیدا کړي. موضوع خوشخبری فکر کنم ای است که زیاتر ای رقابت ها شنونده عزیزان بیننده عزیزان باید بفهمن که به شکل زنده از طریق تلویزیون ها به نشر خواهد آمد. غټ خواندم دی کی کنه و ایره یک خوبی دیگه ایست که مردم ما را و مسئولین و همچنان خود رسانه های تلویزیون افغانستان هم میتونه که تشویق بکنه تا اینکه بیشتر در ترویج نه تنها کرکت، فوتبال، تکواندو، والیبال، بسکتبال در داخل خانه های افغانستان ترویج هم خبر کوله چې ورزشکاران څومره غټ خدمت کړی دی د افغانستان د تصویر په بدلولو کې. نو څومره چې زیات لوبې ښودل کېږي خلک یو مثبت اړخ ته راځي. داسې معلومېږي چې ورو ورو افغانستان کې هم ورزش وده کوي او ټول نه یوازې چې خلک ورزش ته علاقه مندي، بلکې دولت هم د ورځې کې علاقمندي ښودلې. ګران اوریدونکو، د دې اونۍ سپورتس باکس خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا خدای پامان.